اعمال فصل 15. ادهی از یهودیه به انطاکیه آمده بودند و برادران را تعلیم داده می گفتند تا مطابق سنت موسی ختنه نشوید نجات یافتن برایتان محال است. پس از مناظره و مباحثه بسیار بین آنان از یک طرف و پولس و برنابا از طرف دیگر، قرار بر این شد که پولس و برنابا و چند نفر دیگر برای تحقیق درباره این مسئله به اورشلیم پیش رسولان و رهبران کلیسا بروند. اعضای کلیسا ایشان را بدرقه نمودند و در حالی که از فنیقیه و سامره عبور می کردند، همه جا مژده ایمان آوردن ملت های غیر یهود را ابلاغ می نمودند و این خبر موجب خوشی زیاد تمام برادران شد. هنگامی که به اورشلیم رسیدند، کلیسا و رسولان و رهبران با آغوش باز از ایشان استقبال کردند و آنان کارهایی را که خدا با واسطه ایشان انجام داده بود بیان کردند. در این موقع بعضی از فریسیان که ایمان آورده بودند برخواستند و گفتند لازم است ایشان سنت شوند و با آنان امر کرده شود که شریعت موسی را رعایت نمایند. رسولان و رهبران برای رسیدگی به این مسئله انجمن تشکیل دادند. پس از بحث بسیار پتروس برخاست و خطاب به ایشان گفت ای برادران، شما می دانید که مدت ها پیش خدا مرا از میان شما برگزید تا غیر یهودیان مژده نجات را از زبان من بشنوند و ایمان آورند. خدا که از قلب ها آگاست، این کار را با عطای روح القدس با آنان به امان طریقی که به خود ما عطا فرمود تایید کرد و هیچ فرق بین ما و آنان نساخت، بلکه قلب آنان را با ایمان پاک ساخت. پس حالا چرا می خواهید با نهادن بار بر دوش این مؤمنین، باری که نه ما و نه پدران ما قدرت تحمل آن را داشتیم، خدا را بیازمایید؟ نه، ما از راه فیض عیسی خداوند ایمان می آوریم و نجات می یابیم و آنها هم همین طور. به دنبال سخنان پتروس همه خاموش ماندند و با گزارش برنابا و پولس در مورد نشانی ها و معجزاتی که خدا با وسیله ایشان در میان غیر یهودیان انجام داده بود گوش می دادند. همین که سخنان آنان تمام شد، یعقوب گفت ای برادران، توجه فرمایید. شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قوم را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند و به این وسیله علاقه خود را به تمام ملت ها نشان داد. این مطابق سخن پیغمبران است، چنان که کلام خدا می فرماید بعد از این باز می گردم و خانه ویران داوود را از نو می سازم و خرابی های آن را بار دیگر آباد می گردانم و آن را برپا خواهم کرد تا بقیه بنی نو بشر طالب خداوند گردند، یعنی جمیع ملتهایی که نام خود را بر آنها نهادم. این است آنچه خداوند می گوید، خداوندی که این چیزها را از قدیم الایام آشکار کرده است. بنابراین رأی من این است که غیر یهودیانی را که به سوی خدا آمده اند دچار زحمت نسازیم، جز این که کتباً به ایشان امر کنیم که از خوردن گوشتی که در اثر تقدیم شدن به بت‌ها ناپاک و نجس شده است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند، چون شریعت موسی از زمانهای قدیم در هر روز عبادت در کنیسه ها خوانده و تعالیم او در تمام شهرها موعظه می شود. پس رسولان و رهبران با تمام اعضای کلیسا موافقت کردند که کسانی از میان خود انتخاب کنند و همراه پولس و برنابا به انطاکیه بفرستند. ایشان یهودای ملقب به برسبا و سیلاس را که از کسان برجسته در میان برادران بودند انتخاب کردند و نامه خود را به این مضمون به وسیله ایشان ارسال داشتند. برادران شما، یعنی رسولان و رهبران، به برادران غیر یهودی مقیم انطاکیه و سوریه و قیلیقیه سلام می رسانند. به ما خبر رسیده است که بعضی از کسان ما بدون اینکه امر داشته باشند با سخنان خود شما را دچار تشویش کرده و افکارتان را مغشوش و پریشان ساختند. بنابراین همه ما با یک دل تصمیم گرفتیم چند نفر را انتخاب نماییم و به همراه عزیزان خود برنابا و پولس که جان خود را به خاطر خدمت خداوند ما عیسی مسیح به خطر انداختند پیش شما بفرستیم.
بنابراین یهودا و سیلاس را فرستادیم تا شفا آن امان چیزها را برایتان بیان کنند. رأی روح القدس و ما بر این تعلق گرفته است که جز اوامری که در زیر می آید بار شما را سنگینتر نسازیم، و آن این است که از هر چی برای بت‌ها قربانی شده و از خون و حیوانات خفه شده و زنا دوری جویید، چنانچه از این چیزها پرهیز کنید، کار نیکوی انجام داده اید. و سلام. وقتی آنها آنجا را ترک کردند و به انطاکیه رفتند و همین که جماعت ایمانداران را جمع کردند، آن نامه را به آنها دادند. وقتی نامه خوانده شد، جمعیت از آن پیغام دلگرم کننده شادمان شدند و یهودا و سیلاس که نبی بودند با سخنان بسیار آن جماعت را تشویق و تقویت کردند. پس از آن که مدتی در آنجا ماندند، به سلامتی به سوی فرستندگان خود برگشتند. اما پولس و برنابا در انطاکیه ماندند و به همراه عده زیاده به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند. بعد از چند روز پولس به برنابا گفت: به شهرهایی که پیام خداوند را اعلام کرده ایم برویم و از برادرانی که نو ایمان آوردن دیدن نماییم تا از حالشان با خبر شویم. برنابا می خواست یوحنای ملقب به مرقس را به همراه خود ببرند، اما پولس عقیده داشت که نباید کسی را که در پنفلیه ایشان را ترک کرده و تا پایان کار همراه ایشان نمانده بود باری دیگر با خود ببرند. مشاجره آنان چنان سخت شد که از یک دیگر جدا شدند و در نتیجه برنابا مرقس را برداشت و از راه دریا به قبرس رفت و پولس سیلاس را انتخاب کرد. و پس از این که برادران سیلاس را به فیض خدا سپردند، پولس و سیلاس حرکت کردند و از ولایات سوریه و قیلیقیه گذشته و کلیساها را تقویت نکردند.